شاهزاده رضا پهلوی در واکنش به اتفاقات مهیب کرمان با انتشار متنی در شبکه های اجتماعی اون رو از سوی نشانه دیگری از مرگخویی آدمخواری اسلامگرایی جهادی و از طرف دیگر بیکفایتی و بیلیاقتی جمهوری اسلامی دونست شاهزاده رضا پهلوی گفت دیر به جنبیم و قیام را به تأخیر بیندازیم آنها از جان هیچ یک از مردم ایران نمیگذرند شاهزاده رضا پهلوی به سیم آخر زد و, و خودش میگوید باید دست به کار آزاد کردن ایران شود شاهزاده رضا پهلوی با اشاره به اینکه گروه افراطی اسلامی مسئولیت این اتفاق را بر عهده گرفته گفته داعش جمهوری اسلامی دو روی سکه هستند و فرقی با یکدیگر ندارند شاهزاده رضا پهلوی همچنین به اقدامات جمهوری اسلامی در تعلیم و تأمین جنایتکارهای اسلامگرا اشاره کرده و گفته جمهوری اسلامی حتی برای حامیانش نیز ماشین مرگ و فلاکت است جان و مال و امنیت ایرانیان برای فوقها و پاسدارانشان کوچکترین ارزشی ندارد که اگر داشت امکانات کشور رو صرف رفاه و امنیت ایرانیان و جلوگیری از عملیات جنایتکارها میکردند نه هزینه آزار و اذیت زنان و جوانان تعلیم و تأمین و تربیت جنایتکارهای اسلامگرا در سراسر جهان و آزار آزادی خواهان و اذیت آزادیخواهان و ایرانگرایان شاهزاده رضا پهلوی گفته این رژیم نه تنها مخالفان خود را که اکثر مردم ایران هستند از بین میبرد و حذف و سرکوب میکند که از تأمین امنیت معدود موافقان خودش هم عاجز است در انتهای پیام خود با بیان راه حل نهایی گفته راه حل روشن است هر چه زودتر باید قیام را آغاز کنیم پایین کشیدن این رژیم شیطانی بازگرداندن قطار ایران به ریل ترقی و تمدن و تأمین امنیت و آزادی برای همه ایرانیان در سایه حکومت و قانون باید در اولویت اول قرار گیرد مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان اتفاق مهیب کرمان را تکان دهنده خوانده عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبه های این نماز جمعه اتفاق مهیب کرمان را تکان توصیف کرد و گفت مسئولان امنیتی بدانند شرایط در خاورمیانه عادی نیست و باید بیشتر مراقب باشند امام جمعه اهل سنت زاهدان اتفاق مهیب کرمان را به شدت محکوم کرد و گفت اعتقاد ما این است که هیچ انسان بیگناهی در هیچ جایی و در هیچ لباسی و با هر عقیده و راه روشی نباید از بین برود مولوی عبدالحمید پیشتر با صدور بیانیه ای اتفاق مهیب در مراسم سالگرد سردار ملعون حکومت رهگرمان را تکان دهنده خوانده و به شدت محکوم کرده بود او در ادامه خطبه گفت همه مسلمانان و غیر مسلمانان حقوق شهروندی دارند و باید حق شهروندی همه افراد غیر مسلمان رعایت شود اسماعیل زهی در بخش دیگر صحبت با تاکید بر اینکه نباید درباره شایستگی زنان در کشور قفلت صورت گیرد گفت هر کشوری در این زمینه قفلت کند دچار ضرر و زیان سنگین خواهد شد امام جمعه اهل سنت زاهدان با اشاره به اینکه باید شایستگان را پیدا کرد و به مذهب و اعتقاد و قومیتشان نگاه نکرد گفت آرزی ما این است که روزی در کشور دنبال شایستگان بروند عبدالحمید اسماعیل زهی بار دیگر از افزایش و اعدامها در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این روزها اعدام در کشور خیلی زیاد شده و ما میترسیم و حقیقت این است که این ایدام ها باعث قطع شدن باران به عنوان رحمت الهی شده است. وبسایت ها گزارش دادن در سال 2023 محکومیت 155 نفر به ایدام و اجرای احکام اعدام 746 نفر را ثبت کردند. بر اساس این گزارش اجرای حکم اعدام نسبت به سال 2022 با 32 درصد افزایش همراه بوده است. ویدیوها و گزارش های منتشر شده از زاهدان، حاکی از حضور گسترده نیروهای نظامی و سرکوبگر در خیابانهای این شهر همچون ماههای گذشته است در طول چند هفته گذشته شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته به توسعه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار می کنند. جمعه های اعتراضی زاهدانی ها از هشت مهر سال گذشته و پس از جمعه خونین این شهر آغاز شد. در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی به سمت شهروندان و نمازگذاران حمله کرده و بیش از 100 نفر را از بین بردن و دهاتن را مجروح کردند. حکم 74 ضربه رویا حشمتی که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری صادر شده بود، روز 13 دی ماه در اجرای احکام دادسرای ناحیه هفت تهران اجرا شد. این زن مخالف حجاب اجباری روایت هولناک از اجرای حکم خود گفت و گفته در زمان اجرای حکم سرود برپاخیز برای زن زندگی آزادی را زمزمه می کردم. هشمتی با بیانی که روز 13 دی در تماسی از واحد اجرای احکام برای اجرای حکم 74 ضربه احضار شد گفته همراه با وکیلش به دادسرای ناحیه هفت رفته این زن مخالف هجاب اجباری تاکید کرده که از زمان رد شدن از گیت ورودی ساختمان دادسرا حجاب خود را برداشته و در پاسخ به تذکر کارکنان دادسرا که به او گفتن روسریت را سر کن که دردسر نشود با آنها گفته آمدن بابت همین شلاقم بزنید سر نمیکنم بر اساس روایت حشمتی معمور اجرای حکم او را تهدید کرده در صورتی که حجابش را سر نکند ضربات را محکمتر میزند و برایش پرونده جدیدی به اتهام رعایت نکردن حجاب باز میکند تا باز هم به 74 ضرب شلاق محکوم شود اشمتی گفته در زمان اجرای حکم خود دیده که چند پسر به اتهام نوشیدن مشروبات الکلی در آنجا در انتظار اجرای حکم شلاق خود بودند او در توصیف مکان اجرای حکم شلاق گفته در آهنی را باز کردند دیوارهای اتاق سیمانی بود تختی تای اتاقک بود که دستبند و پابند آهنی به دو طرفش جوش خورده بود وسیله آهنی شبیه پایه بوم نقاشی بزرگ با جای دستبند و پابند آهنی زنگ زده وسط اتاق و یک صندلی و میز کوچک هم روی میز پر از شلاق بود هم پشت در یک اتاق شکنجه قرون وسطایی تمام ایار این زن مخالف اجابه اجباری در ادامه با بیانی که مأمور روسری را روی سرش انداخته میگوید مرد از بین دسته ها که پشت در بود یکی را برداشت دو دور پیچان دور دستش آمد سمت من قاضی گفت خیلی محکم نزن حشمتی تاکید کرده در زمان اجرای حکم زیر لب به نام زندان نام زندگی دریده شد لباس بردگی شب سیاه ما سحر شود تمام تازیانه ها تبر شود را خوانده است کمیسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی به سراحت استفاده از مجازات های تحقیرامیز و نافی کرامت انسانی همچون شلاق را ممنوع کرده و ایران از معدود کشورهایی است که کماکان از مجازات های تحقیرامیز استفاده می کند. این فعال مدنی اضافه کرده تمام شد آمدیم بیرون نگذاشتم فکر کنن حتی دردم آمده حقیرتر از این حرفها هستند رفتیم بالا پیش قاضی اجرای حکم مأمور زن پشت سرم میآمد و مراقب بود روسری از سرم نیفتد دم در شعبه روسریم را رو انداختم زن گفت خواهش میکنم دو سرت کن سرم نکردم و باز کشید سرم به گفته هشمتی قاضی به او گفته ما خودمون خوشحال نیستیم از این قضیه ولی حکمه و باید اجرا بشه اگر میخوای طور دیگه ای زندگی کنید میتونید خارج از کشور باشید اون خطاب به قاضی گفته این کشور برای همه است قانون کار خودش بکنه ما به مقاومتمون ادامه میدیم این زن مخالف حجاب اجباری در پایان با بیانی که پس از بیرون آمدن از اتاق باز هم روسری خود را درآورده از وکیل مدافع خود تشکر کرده است حسین رونقی زندانی سابق با انتشار روایت رویا حشمتی در شبکه اجتماعی گفت روایت رویا از اجرای ضربه های شلاق به خاطر حجاب را بخوانیم تا ببینیم زنان ایران چگونه برای احیای حقوق انسانی خود در مقابل این قوم متحجر و ظالم ایستادند و مقاومت و مبارزه می کنند و هزینه می دهند. جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس خود در بیش از چه سال گذشته همواره سیاست حجاب اجباری را اعمال کرده با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان اما هر روز تصاویر از زیست روزمره زنان بدون حجاب اجباری منتشر می شود.